درود و وقتتون بخیر، به این پس از خبر خوش آمدید. درود بر شما، به پس از خبر خوش آمدید. رئیس جمهور ترامپ میگوید که اگر بخواهد جنگ افغانستان به پیروزی برسد، افغانستان از نقشه جهان محو خواهد شد. وی در دیدار با نخست وزیر پاکستان در قصر سفید تاکید میکند که اگر آمریکا بخواهد جنگ افغانستان را ظرف یک هفته پیروز میسازد. آقای ترامپ در مورد نحوه دستیابی به این پیروزی می‌افزاید که 10 میلیون نفر کشته می‌شوند و افغانستان هم محو می‌گردد. حالا این اظهارات ترامپ با واکنش‌های متعددی در داخل افغانستان مواجه شده. قبل از بحث بیشتر گزارش زود برمی‌گردیم. دونالد ترامپ حرفی در مورد نابودی افغانستان زد که نخست وزیر پاکستان را خندان. تکه کلام‌های همیشگی ترامپ فوق‌العاده جالب، فوق‌العاده مثبت. اما این تکی کلام‌ها را هیچگاهی در مورد افغانستان نگفته. این بار تندتر از گذشته در پاسخ به پرسش یک خبرنگار آمریکایی درباره عواقب پیروزی جنگ از راه جنگ می‌گوید: ظرف یک هفته می‌توانیم برنده جنگ افغانستان شویم، اما نمی‌خواهیم میلیون‌ها نفر کشته شود. ما بخواهیم در افغانستان چنین بجنگیم که برنده شویم، گفتم میتوانم که در یک هفته موفق میشویم. من نمیخواهم که ده ها میلیون نفر کشته شوند. من برای افغانستان برنامه ها دارم. اگر بخواهم این جنگ را برنده شوم، افغانستان از نقشه جهان پاک خواهد شد و محو میگردد، آن هم در 10 روز. من نمیخواهم این کار را کنم و نمیخواهم به این راه بروم. ترامپ بزرگترین بم غیر هسته‌ای را در افغانستان و در برابر داعش به کار گرفت. اما این سخنش ظاهراً قوی تر از بم مادر بود، زیرا با واکنش های کم پیشینه در کابل روبرو شد. ارگ می گوید: ما از همکاری امریکا برای آوردن صلح حمایت می نماییم. اما سرنوشت اساسی کشور ما در جلسات سران دول خارجی بدون حضور زعامت افغان ها تعیین شده نمی تواند. افغانستان ما با صلابت و ابهت در صحنه سیاست دنیا باقی خواهد ماند. زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، در حساب توییتر خود نوشته که سخنان آقای ترامپ در دیدار دیروزش با عمران خان تصریح این سخن است که هیچ راه حل نظامی برای جنگ افغانستان وجود ندارد و صلح باید از راه گفتگوهای سیاسی به دست بیاید. وقتی سیاستمداران ادعا میکنند که ما میتوانستیم به ظرف 10 روز سرزمین افغانستان را از کره خاکی محو بکنیم، بدون شک یک پیام سیاسی وحشتناک نژاد پرستانه در این پیام نهفته. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، هم در واکنش به این اظهارات میگوید گفته های ترامپ خیالات درونی رهبر آمریکا در قبال مردم افغانستان است و نشان میدهد که آمریکایی ها هیچ احترامی به کرامات انسانی ندارند. در این پس از خبر، آقایان زلمه زابولی عضو مجلس سنا و سید عظیم کبرزانی عضو مجلس نمایندگان با ما هستند. خیلی خوش آمدین، ممنون از اینکه تشریف آوردین. اجازه بدین جناب کبرزانی بحث را با شما آغاز کنیم. حالا از اینجا که اظهارات اخیر ترامپ چقدر واضح بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم، شب شما و مهمان عزیز و تمام بینندگان عزیز شما بخیر باشه. سپاسگزار هستم از شما. شخصیت ترامپ را اگر خواسته باشیم مطالعه بکنیم، یک شخصیت غیر قابل پیش بینی. شخصیتی که به عنوان رئیس جمهور یک کشور یک دفعه میای خود سفیر بریتانیا میگیره، یک دفعه میای خود شاروال شهر لندن میگیره، میای با سنای خود چه ارتباط داره؟ یک شخصیتی غیر قابل پیش بینی است. من فکر نمی کنم که صحبت های ترامپ بیانگر دکترین و سیاست خارجی آمریکا باشه. اما با همه حال این چیزی که نشان میداد صحبت های صریح آقای ترامپ است که واقعا آمریکایی‌ها از جنگ در افغانستان خسته شدند. جنگ برای امریکایی ها خسته کن شده و اونا دیگه به دنبال راه حل نظامی نیستند و از هر طریق ممکن قدرت خود نشان دادن که اگر ما میخواستیم بخوایم میتونیم که ما طالبان را از بین ببریم، اما ما 10 میلیون انسان را از بین میبریم و از طرف افغانستان را محو میکنیم، چیزی که خیال است و محال امکان نداره. یک مورد را بیاین که اول بازی بسازیم. غیر پیش بینی بودن، غیر قابل پیش بینی بودن شخصیت ترامپ یعنی چی؟
این مریض هست؟ گاهی وقتا حرفهایی میزنه که خیلی استدلال منطقی بر او نمیتونیم روا بدانیم. حرفهایی میزنه که از یک رئیس جمهوری که از یک تمدن صحبت میکنه، از کشور صحبت میکنه که در او دموکراسی به عنوان یک اصل هست و خود متمدن فکر میکنه. نوشی این بیانگر... از چی هست این اظهارات؟ این اظهارات من فکر میکنم گاهی وقتا بدون فکر آنن یک شخصیت که آنن میاد یک حرف میزنه بدون اینکه فکر کنه که شما میتونید کارو بکنین یا نه. شما افغانستانی که 5000 سال تاریخ داره، یک تمدن داره، یک کشور استقلال خود داره، کشوری است که حرف داره و تاریخ خود داره. این نیست که شما امروز زاده شده باشیم و یک هفتگی از روی زمین محو بشیم. ما تجربه ای داریم، خاطرات تاریخ افغانستان اگر مطالعه بکنه، شکست های بسیار زیادی را خیلی ها در افغانستان خوردن. از بریتانیا شروع صحبتی را میکنه، نه اینجا شما چی مینام؟ اینه من فکر میکنم که این خود از او بیانگر بدون تأمل حرف زدن یک رئیس جمهور میرسونه. تا اینکه شما بیاین چی مینام اینش؟ این خب هر نمیتونم بگم رئیس جمهور یک کشور یک تهمه یک حرف بزنم، اما خیلی منطقی نیست. یک حرف بسیار نامنطقی و غیر معقول هست که شما بیاین میگین که ما اگر بخوایم در یک هفته افغانستان رو محو میکنین. ما مردم افغانستان، من که خود افغان فکر میکنم، نسلی هستیم که تاریخ پربار داریم. بریتیش هم در افغانستان، بریتانیا هم در افغانستان شکست دادیم و شوروی ها و روس ها هم در افغانستان شکست دادیم. این نیست که امروز زاده شده باشیم و این هر کس خواسته باشه بیاید. با احترام داریم شخصیت و صحبت های مختلف الازلای آقای ترامپ، پس چه برداشت میشه کرد که آمریکا نمیتونه افغانستان را محو کنه؟ مسلما نمیتونه. من به عنوان نماینده مردم، برای من هم غیر قابل قبول هست که رئیس جمهور بیاید و ایره دا بکنه که من میتونم در یک هفته یک کشور رو از بین ببرم. و غیر قابل قبول هست برای من شخصا. و امیدوار هستم که یک وضاحت لازم از مجرای دیپلماسی از او به خصوص سفارت آمریکا در افغانستان داشته باشه. تشکر. زابولی صاحب خوش آمدین. شما واقعا آقای ترامپ ثبات فکری نداره و یک بارگی میایه اظهار نظر میکنه؟ بسیار تشکر. علم از معترف جناب وکیل صاحب شما و تمام بیننده احترام تقدیم میکنم. اگر ما شما چرا دونالد ترامپ یک شخصی است که در اقتصاد تجربه کافی داره، او چرا اونا را به عنوان رئیس جمهور تعیین کرد؟ یک موضوع و موضوع دیگه که سیاست خارجی آمریکا تنها برای جمهور وابسته نیست. اونو جا CIA است، اونجا پنتاگون است، اونجا CO2 نهادهای استخباراتی دیگری است، وزارت خارجه است. در ضمن اونا پنتاگون داره که بسیار زیاد کانگریس است. اما این فرد نخست آمریکا هست، سیره فراموش نکنید. درست است، ولی تعیین کننده پالیسی اساسی در قسمت سیاست خارجی نیستند. یک فیصدی اونا تاثیرات خود داره، ولی تعیین کننده پالیسی و استراتژی خارجی در آمریکا رئیس جمهور نمی باشه. با شما بهتر معلوم است. یکی چرا آمریکایی‌ها و استخبارات و یا در مجموع نهادهایی که بسیار تعیین کننده است در ریاست جمهوری، چرا امی نفری که فعلا زد نقیز در قسمت اروپا هم صحبت میکنه، در قسمت شرق میانه هم صحبت میکنه، در قسمت افغانستان هم گوناگون صحبت میکنه. تانوز ما نمیفهم که ترامپ به طرفی افغانستان است یا به زدی یا در جبهی. برداشت شما چی هست؟ برداشت ما امیست که یا بخاطری اقتصادی در حالت رکود امریکا که در جنگای شرق میانه و افغانستان و عراق و سوریه و یا در حالت شکست بود. ترامپ رئیس جمهور ساخت که اقتصاد به یک نوع پس ایا بکنه که نه تانیستن جایی که ژاپن واقعا دنیای سیاست هم دنیای اقتصاد هست با چنین اظهار نظرات. اونا هم یا بخش اقتصادی خود توسط ترامپ به وقت هم که ایا کرد. آمدیم در قسمت افغانستان، صحبت هایی که میکنه، یک چیزی که جناب وکیل صاحب میگه، من مطلق چون دکتر تیب هستم، یا اما عکس العمل که در مقابل اما رویدادا نشان میده غیر قابل متناسب بوده، هیچ تناسب نداشته. فلیاز یک آدم نرمال نیست، یه آدمی است که از تخیلات خود صحبت میکنه و یه آدمی است که از سیاست خارجی امریکا و دنیا خصوصا امریکا افغانستان قطعا خبر نداره و یا این در یک عالمی بیخبری شانده صرف برشان گفته شده. چی را میخواین بیان کنین؟ یعنی یک روانی مطلق، یک دیوانه مطلق از جامعه افغانستان قطعا خبر نداره. فصل اینقدر یا 5 میلیارد داره که برای ما شما میته به اون مینازه که افغانستان دلتی محتاج است و به صورت ما را جواب داده نمیته. اگر ما به جای دکتر سیب عبدالله و رئیس جمهور می بودم، برش می گفتم که لعنت به مکومکت، لعنت به مردویت، لعنت به مبارزه‌ای که تو آمدی به خاطر تروریسم، نه به خاطر تروریسم آمدی. سیاست و روابط بین الملل میشه کجا برخورد کرد؟ کجا سیاست است؟ به لحاظ خدا در کدام عرف دیپلماتیک آمد
البته که یک نفر غیر مسئولانه بدون از اینکه یک نماینده ما شما حضور داشته باشه با یک دشمن ما میگه که ما افغانستان میتونم که یک هفته ما بکنم 10 میلیون نفرش میتونم که از بین ببرم. این رو شما میگه که رابطه بین دشمن افغانستان هست 100% این رو کی ثابت کرده؟ تاریخ ما شما میبینید که تمامی دشمنای ما شما تمامی القاعده تمامی هم کسایی که مسلسل در پاکستان هستن. پس این که با دشمن افغانستان به قول شما دست میته و چون این اظهار نظری میکنه فردی که شما او را روانی میخوانین چی انتظار میشه از او بیشتر از او ما شما خودم علامت میکنیم نه در سیاسونی ما نه در حکومت ما درایت موجود است که اول بین خود حکومت یک اهمانگی موجود باشه یک درایت موجود باشه دوم حکومت نتونسته که سیاسیونی متاسفانه که اکثر سیاسیونی ما شما جاسوس است یا به کشورهای همسایه یا به کشورهای غربی اگر نباشه جاسوس اکثرت یا چرا دیتو علتی بسیار نازک یا با متحد نمیشه علی امریکا علی پاکستان علی ایران چرا یک پالیسی مشخص نمیسازه اینجا اگر واقعیت موضوع رو در نظر بگیریم اگر آمریکا بیای این مقدار پولی را کمک میکنه برای افغانستان و این چون این رئیس جمهور رئیس اجرایی احساساتی برخورد کنن فکر میکنین افغانستان به کدام طرف میره؟ بیزنس محترم شما ایران از یاد نبرین که شما به شکل علنی 5 میلیارد دلار که میته سالانه از قاچاقی که دیلمن یا قشت میکنه یا باز عموم مشتقات تریاک با هیروئین و با کوکائین تبدیل میکنه پس به اروپا با امریکا با بازارش میره پار سال تنهای اونا 60 میلیارد دلار مفاد گرفت اینه باز ما شما ندیده نگیریم اونا با ما شما پیسه مفت نمیده جلوی ایره بگیره حکومت استخبارات ما شما حکومتی که فعلا متاسفانه که نه به منافع ملی خوش وفادار است ما بار در بحثا بود این را ضعیف خواندین ناتوان خواندین و سایر موارد کرا ضعیف خواندیم حکومت اگه حکومت ضعیف نباشه دی تو موارد امروز یک اعلامیه پخش کرده سر گفته که ما حکومت امریکا و کانگریس اونا میخوان که برای ما چی بده توضیحات بده بلیاج خود وضعیت چی خو گفت برای که یک هفته میتونن که شما رو ببرم بحث دیپلماتیک را اگه در نظر ببینید در عرف دیپلماتیک همین هست بیشتر از این کار کرده نمیتونه در عرف دیپلماتیک اما ده عمل بالمثل وقتی که اونا با ما و شما زمانی که قدرت ها برابر هم می باشن یا در یک سطح قرار ما و شما عضو ملل متحد هستیم ما و شما نظر به مثلا مواد یا اصول منشور ملل متحد تمام دولت ها مساوی چه قدرت نظامی بلند داشته باشه یا اقتصادی بلند داشته باشه و یا خرد یا از نظر مساحت یا نظر نفوس ما و شما افغانستان هستیم یک زابولی صاحب یعنی شما میگین که آقای غنی هم باید بگه که ما در 20 روز شما را محو میکنیم اونا باید بگه که شما با ما تعهدات دارین نظر به منشور ملل متحد به اصول ملل متحد با شما وفادار باشین شما چه حق دارین که ما را یک ملت بسیار مستعمره فکر کردین شما میگین ما را محو میکنین آیا سرنوشت افغانستان بعد شماست امیر اگر مرای جمهور باشم برشان میگم و سفیرش امروز از امیجا میکشم شما برین بخیر ممنون کبرزانی صاحب حالا واقعا آنچه را که ترامپ بیان کرد تهدیدی بود بر افغانستان و آنچه را که گفت خلاف عرف دیپلماتیک است یک طرف و شخصیت روانی هست که ثبات فکری نداره در چنین وضعیتی میشه که رئیس جمهور غنی هم در برابر استاده شه و بگه که ما در 20 روز شما را محو میکنیم سایر مواردی که جناب وکیل اشاره کرد خب اینم باید از آن بکنیم که واقعیت هم ایست که امریکا به افغانستان کمک میکنه و کمک های مردم افغانستان مردم امریکا را نسبت به مردم افغانستان نباید ما ندیده بگیریم و تشکر میکنیم از کمک های مردم امریکا و افغانستان اما خب سیاست خارجی از او هم تعریف خود داره اما ما یک چیزای عرف داریم یک چیزای به عنوان دکترین داریم در سیاست خارجی واقعا دکترین امریکا همین از در برابر افغانستان من فکر نکنم اینقدر احساسی دکترین و سیاست خارجی امریکا برای استوار باشه که شما بیایم حرف از نوبدی یک کشور بزنیم از یک تمدن بزنیم اما اینجا فرد اول یک کشور سخن زده ببینیم فرد اول کشوری مثل امریکا بارها حرفهای زده که عمل نکرده شما ببینیم وقتی همه چیز میان توهی است ببینیم شما بحث دیوار خود حائل بین مکزیک و آمریکا رو بارها هشدار داده و بحث‌های مطرح کرده اما نتونست به پیمانی که اعلان کرده بود بشه هشدارهایی که به کره شمالی داده هشدارهایی که به ایران داده اینا رو فقط یک شخصیتی که من نمیتونم برای یک تعریف خاص بکنم شخصیت غیر قابل پیش بینی که شاید سیاست وکیل میگن روانی تمام عیار خب نظر ایشان احترام دارم من چیزی نمیخوام بگم به عنوان فردی که او یک رئیس جمهور از یک ملت حال نمایندگی میکنه اما چه چیز ما بکنیم این بسیار مهمه ما چه کنیم این نقطه بسیار مهمه
که سیاست مدار ما، جوان ما، تیورسن ما به این فکر باشه که افغانستان خود مردم افغانستان جناب وکیل میگه نه، اینجا باید واکنش نشان داده شه، لعنت به او 5 میلیارد دلار حدوداً که شما میتین بر ما باید گفته. متاسفانه ما جبر تاریخ آمده و ما رو وابسته ساخته. کاش که ما بتونستیم از لحاظ اقتصادی خودکفا باشیم. ما حرف ما ناتمام ماند. ای یک بحث بسیار کلان را آغاز کرده. در صفحات اجتماعی ما دیروز وقتی که میبینم یک اتحاد را بین مردم افغانستان به خصوص جوانان وجود آمده، ای برای سیاستمدارای ما امیدوارم یک درس باشه که هیچ بیگانه به افغانستان عاشق چشم و ابروی ما نیست. هر کس منافع خود داره و من سیاستمدار و ما سیاستمداران افغانستان باید خود ما در پی ساختن این مملکت باشیم. با بیگانه ها رفتن دروازه های بیگانگان زدن به نفع ما نیست. وحدت ملی، احیای وحدت ملی یک افغان این شعار نباشه، در عمل باید خود ما در افغانا کنار هم دیگر بیاییم. طالب هم باید بفهمه و دولت افغانستان هم سیاستمداران هم باید بفهمند که هیچ کسی به خاطر منافع ما به اینجا نیامده، منافع خود داره. جناب وکیل چیز دیگری میگن. اینجا میگن که باید در برابر واکنش نشان داده شود. در کنار این که واکنش نشان داده میشه، امریکا 60 میلیارد دلار اینجا هیروئین و تریاک و سایر مواد مخدر را تولید کردن، به شکل پروسس کردن و فرستادن. بیانیه شورای امنیت را میخواندم در توییتر، دمی که داخل متن میامده می طرف با آقای محب نوشته کرده بودن که اگر ما احترام میکنیم به کمک های ایالات متحده امریکا را فراموش نمیکنیم، اگر ضرورت باشه راه خود جدا میکنیم. این جدایی را به چه معناست؟ امیدوار هستم که از سخنگوی شورای امنیت پرسان بشه که چه اقداماتی روی دست دارن. اما در عرف دیپلماتیک خب عمل بالمثل همیست که رئیس جمهور و مقامات همتراز بیان عکس العمل نشان بدن و پیام خود ارائه بکنن که این کشور کشوری است که از خود سایه داره. پس این وضعیت و این چنین اظهارات آقای محب یک بار به قول دردسرساز شد بر افغانستان که باری حتی اجازه ندادن آقای محب را که با ترامپ ببینه. حالا فکر میکنین وضعیت را چقدر شکننده تر از حال خواد ساخت و پس از این چه قسم خواد بود؟ روابط شکننده میبینم، روابط بسیار تیره فکر میکنم، روابط فعلا فعلی دولت افغانستان و ایران باید بپذیرین که پاکستانی ها متاسفانه دستگاه دیپلماتیک نا دستگاه دیپلماسی پاکستان از ما قوی تره. اونا در مباحث بیشتر میتونن معامله کنن و حرفای خود به کرسی بشانن و متاسفانه در طول 18 سال گذشته ما متاسفانه ایالات متحده را هنوز نتونستیم باور به او باور به او برسونیم که ما پلمان هم پیمان تونیم. شاید هم از لحاظ ای بوده به این قضیه نگاه بکنیم که یک کشور اتمی است، کشوری است که روابط بسیار خوب با روس‌ها تأمین کرده، یک کشوری است که روابط بسیار خوب با چینی‌ها تأمین کرده و حرف داره و ای نقش بیشتر آمریکایی‌ها به پاکستان نسبت به افغانستان قائل شده. اما جناب کبرزونی، آنچه را که جناب وکیل اشاره می‌کنن، این آقای ترامپ در حضور دشمن افغانستان این سخن را زده و صدر اعظم پاکستان هم با لبخندی در او زمان داشت. مطمئن برای ما هم ناگوار بود، شخصا من به عنوان نماینده مردم سوال دینم، برای ما هم ناگوار بود که وقتی کشوری که حامی تروریسم هست، کشوری که مستقیما تروریست ها را حمایت میکنه، در حضور از او کشوری مثل افغانستان جایگاه سیاسی و جایگاه تمدنی از او مد نظر گرفته نشه. با کی میخواهد بجنگه؟ با طالب، با شهروندان افغانستان، با حکومت افغانستان، با کی؟ خب این خوبه که این سوال همه ما یک جواب قانع کننده برای پیدا بکنین. باز تاکید میکنم من حیث نماینده مردم تاکید باورم ایست که باید خود ما ملت افغانستان ملت شدن را به مفهوم واقعی تجربه بکنیم، تمام زد و بندها و مشکلات درونی خود یک طرف بگذاریم، در کنار هم دیگر باشیم. یک حرف است، یک زنگ است برای ما که بیدار شیم، دیگه به مسائل جزئی خدای نکرده خود نفروشیم، به دروازه بیگانگان نرین، تمدن 5000 ساله خود فراموش نکنین و ما خود ما باشین. این ملت نیاز به احیای وحدت ملی داره. تمام چالش ها رو کنار بگذارین. اگر صلح میخواین انتخابات واقعا اگر صلح میآید اولویت ما صلح باشه. حتی بیاین واقعا اگر صلح میآید، اگر صلح تامین میشه، حتی از انتخابات هم بگذاریم. چرا وکیل فکر میکنین با این وضعیت ترامپ دنبال چیست و با کی می جنگه؟ شهروندان افغانستان، حکومت افغانستان یا طالبان؟ این چون این اظهارات آنچنانی که شما گفتین از یک فرد عادی و فردی که دارای صحت کامل باشه بعید است. شما بینید به جنس محترم تقریبا دوری هفتم هشتم مذاکراتی خلیزات به نامی که ما
صلح در افغانستان میریم با صلح می جنگیم صلح و امنیت و نه خروجی قوای آمریکایی بارها گفته ولی ما هستیم دولت مردانی ما هست که به صحبت های اونا هیچ اعتنایی نمیکنه هنوز هم در کمپین خود مصروف هستند آمریکا از روز اول وقتی که با طالبا که در پشترش حمایت سرسخت پاکستان داره اونا با طالبا در پشت پرده دروازه بسته صحبت های خود دوام داده که هیچ تنوز حکومت خبر نداره که اونا چی میگه بالاخره آلی از زبانی ترامپ ما میشنویم که اونا با پاکستان گویا امراه شده که انوز مختاره به مردمی و ملت افغانستان میده که ما شما را تباه خواهد کردیم این به این معنی است که دوستی مثل دشمنی ما شما که دو دشمن میشه برای ما شما برای ما شما دشمن است ما شما که از اونا 18 سال نه کدام پروژه بنیادی رو برای ما شما مانده نه اقتصاد ما شما کمک کرده نه امنیت ما شما کمک کرده روز اول که با اجازه ملل متحد امریکا آمد اونا گفت که تروریسم است اینجا مواد قاچاق مواد مخدر است اونا گفتنی به حمایت امریکا خونده میشه در افغانستان که اینجا سرپا شده حکومت افغانستان شما ببینید حکومت که اونا سرپا کرده کسای از روز اول برای ما شما آورده که هر کدامش از یک مملکت خارجی یک وزیر خاص خود داره یک گلت خاص خود داره یک قصه برتمند میکنه شما لطفا مرا وقت بدید چون فرصت ما تمام هست بسیار کم وقت داریم حالا این حکومت وحدت ملی را کی سرپا کرد؟ حکومت بدبختی ما شما موجه است چرا دکتر صاحب عبدالله و دکتر صاحب اشرف غنی روز اول جنکیری را میسلط داد که شما بیان بین ما قانون اساسی را زیر پا کنین اردوی ما را رئیس جمهور بسازید پس همه چیز تا کنون اشتباه پیش رفته اشتباه نرفته اشتباه نرفته این مردم ها که ما شما به سر خدا داریم یا جاسوس است یا به ملت خود نمینداشه یا جاسوس است رئیس جمهور ما شما دکتر عبدالله ما شما به همین ملت ما شما وفادار نیست اگر یا به ملت خود وفادار نیست با کی جاسوسی میکنن با امریکا با غربیا ما شما میبینید اگر یا واقعا به ملت خود وفادار می بود امروز بعد یامی احمد استعفا میکرد یا ملت میگفت که در مقابل امریکا بیان بر ما رای را نشان بدید یا با یک اعلامیه بسیار عادی امی افغانستان با می یک اعلامیه اکتفا ما شما بکنیم شما ببینید ما شما افغان هستیم مسلمان هستیم از 1492 امریکا کشف شده یعنی 6 سال 500 سال نمیشه که اونا کشف امریکا هست ما شما 5000 سال تاریخ داریم اونا اما نتیجه این 5000 سال تاریخ چی است همین وضعیت ملت خواستیم تمدن تیر کردیم امریکا و شوروی و انگلیس از ما شما مخته تمامی گپاره شما ببینید تمدن تان این خو نیست که ما شما د مقطع تاریخ مجبور هستیم که یا به ما پول میته اگر د عالم د دولت مردای ما کمک وری وش خود به سر خود بیاره اونا را به جواب ته که نمیخوایم پیسې ته با یک روپا امو ماش عادی خود به نان خشک خود اکتفا میکنه نمیخوام ماش دلری خود اینمی عمل بیلمس بود که دولت مردای ما امروز باید نشان میداد که نشان نداد تشکر کبرزونی صاحب حالا وضعیت این چونین هست داخل افغانستان جناب وکیل میگن واکنش نشان داده شده اینجا در خریطه حکومت افغانستان یا به قول در چانته حکومت افغانستان چیزی نیست بگفتی شما پس چی باید کنه حکومت افغانستان در کنار اینکه بیاین یک پارچه شون دستگاه دیپلماسی افغانستان چه کرده میتونه من به ادامه حرفای خود میخوام بگم از صحبت های رئیس جمهور این چیزام برداشت میشه که اولویت نبودن راه حل نظامی یک بحث دیگری است که صحبت های آقای ترامپ برداشت میشه بحث دوم است که هشدار به هر دو طرف جناح جنگ در افغانستان که اگر شما آنچه آقای خلیلزاد اشاره کردن یا میتونه برداشت باشه و بحث دیگر رو ببینم باید بپذیریم که طالبان به عنوان یک تریبون از صحبت های آقای ترامپ میتونیم بپذیریم که به خصوص در مانورهای اخیر خود تریبون در حوزه سیاست برای خود پیدا کردن و طالبان به یک اصل قدرت یک طرف قدرت آقای ترامپ دستگاه دیپلماسی افغانستان متاسفانه دستگاه دیپلماسی افغانستان به او پیمانه که باید جایگاه افغانستان در حوزه سیاست خارجی به عنوان یک کشور مستقل آزاد و کشوری که حرف برای گفتن داشته باشه نتونسته ممثل واقعی باشه تشکر جناب وکیل در کنار واکنش چیز دیگری هم برای گفتن دارین شما که داشته باشه ما دولت مردای ما سیاسی ما که فعلا خود کاندید کرده لطفا به هوش بیاید بگذار از می جاسوسی دوام داره که اکثر یا جاسوسان به لحاظ خدا افغانستان در 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 لبه تباهی خود قرار داره یا پشت کمپین خود میگه بار بار میبندید شما ببخشید سندی هست در زمینه سند همین عمل کرد یا سند است اینا باید امروز جمع میشد که او مردم ما زمین کمپین خود تیر رسیم بیان که با ملت خود یک جای شیم که از ملت مشوره بخوایم که در مقابل این قسمی تهدیدات ما شما وطن خود چه رقمی نظام خود چه رقمی ما شما نجات بتیم اینمی به خاطر اثرات اعمالی است که ما به اونا اتهامات نیست با چشم سر میبینید که یا برشان جاسوسی میکنه شما اگر می تلویزیون تا نگاه میکنین لطفا اونا را جاسوس نگوین ما میگم با بسیار بجرات میگم و بسیار افتخار میکنم که جاسوس میگم شما را دلیل تشکر ممنون از تشریف آوری هر دو بزرگوار کبرزانی و زابولی تا درود دیگر بدرود